پس اگر ما به شیطان قدرت میدیم اجازه کار کردن رو ذهن و جسم و مغز ما رو میدیم و اونو باور میکنیم به اون اجازه میدیم اون میاد این کار رو میکنه بارها گفتم بازم میگم شیطان نمیاد من اینکه که بدزده بکشه حلاک بکنه بارها توضیح دادم بازم میدم شیطان میخواد بدزده میخواد هویت منو تو رو بدزده هویت فرزند بودن منو بدزده بگه بابا نگاه کن تو ایمان داری همه دور و دارن میمیرن مریضی خونه و که افتادی یا میترسی از مریضی از کارت که افتادی این چه این چه خداییه میخواد هویت منو تو رو بدزده و بکشه چی رو بکشه ایمان ما رو در ما بکشه ایمان به خداوند رو در ما بکشه و قسمت سوم هلاک بکنه بارها گفتم بازم میگم کسایی که به خداوند واحد حقیقی ایمان ندارن در حلاکت هستن کتاب مقدس میگه در حلاکت هستن پس اگه شیطان میخواد ما رو برگردونه به حلاکت یعنی میخواد نجات ما رو بگیری دیگه میخواد نجات ما رو بگیری مواسب باشد خدا رو برای کلام زنده خداوند پس آیا ما اجازه میدیم و به شیطان قدرت میدیم که بیاد داخل زندگی ما و قدرت نمایی کنه یا نه به خداوند اجازه میدیم که قدرتش تو زندگی ما نمایان بشه شیطان میخواد بدزده بکشه نابود بکنه ولی موقعی که به خداوند اجازه میدیم به شیطان اجازه نمیدیم به خداوند اجازه میدیم که عمل بکنه در زندگی ما اون خداوند میخواد حیات بده آن هم به فراوانی حیات بده آن هم به فراوانی برکت بده آن هم به فراوانی او oh, هللویا پس به نوعی ما هستیم که میتونیم دری رو باز کنیم برای موت یا دری رو باز کنیم برای حیات این ما هستیم که میتونیم دری رو باز کنیم برای حیات که باز کردیم و ایمان آوردیم این ما هستیم که میتونیم با ایمان به خداوند قدرت موت رو در هم بشکنیم هللویا و از حیات بهره مند بشیم اون حیاتی که خدا میخواد بده فراوان 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 هللویا جلال برنامه خداوند پس این ایمان ماست که میتونه ورودی های ما رو ورودی های ما رو هموار کنه برای برکات خداوند برای قدرت خداوند برای حضور خداوند این ما هستیم که میتونیم حضور خداوند رو با ایمانمون نمایان کنیم در زندگی و جسم و جان ماست و اینجاست که ما قدرت ایمان رو میتونیم کاملا مشاهده کنیم اون ایمان ماست پس بیاییم در هر نوع سختی که دنیا به ما نشون میده ایمانمون رو محکم نگر داریم به خداوند خداوند محبت، خداوند قادر مطلق، خداوند شفا دهنده، سلامتی دهنده چون ایمان که در این دریای طوفانی که ما داریم زندگی میکنیم و باید از اون عبور بکنیم با ایمان ما سوار کشتی میشیم که سکاندار اون عیسی مسیحه و اینو بدونید هر جا که عیسی باشه پیروزی هست چشمامونو به امواج ندوزیم یادتونه بارها گفتم بازم میگم ایسا رو آب را میرفت پتروس گفت ایسا منم میخوام بیام ایسا گفت بیا به من تو هم میگی بیا تا موقعی که پتروس چشمش به ایسا بود چند قدمی رو آب برداشت ولی که روش و برگردون از توفانها ترسید رفتی را پس ما تو کشتی نشستیم که سکاندار اون ایساست است و هر جا ایسا باشه پیروزیه کشمامون رو به ایسا بدوزیم به توفان ها نگاه نکنیم به مریضی ها نگاه نکنیم مواظب خودمون هستیم همه مسائل پزشکی رو رعایت میکنیم ولی ایمان داریم خداوند ما رو محافظت میکنه ایمان داریم به این من ایمان دارم به این شما ایمان دارید به این خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند فقط در عیسی پیروز